عاشق و دلباخته شمس تبریزی و خاطر شمس تبریزی کجا بود که نرفت؟ اما شعر معروف که میخوانیم، هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، هیچ قنادی نشد استاد کار، تا که شاگرد شکر ریزی نشد، هیچ مولانا نشد مولای روم، تا مرید شمس تبریزی نشد. زندگی را شدند اینها دایم در هفته چندین بار به زیارت اهل قبور می‌رفتند. بهلول را، بهلول از عرفا بود، با یک نسخه امام صادق خود را به جنون زد. جنون لابن الحسن علیه الصلاه و السلام احیی قلبك بالموعظه و امده بالزهاده و قدر ارواح ائمه انبیا و ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام و خوشنودی ارواح مؤمنین و مؤمنات و خوشنودی ارواح گذشتگان خودمان، به خصوص برای خوشنودی ارواح شهدای مظلوم که در این روزهای اخیر مظلومانه به شهادت رسیدند صلوات بلند خواهد. زندگی را شناختند اینها دایم در هفته چندین بار به زیارت اهل قبور می‌رفتند. تنها سه چهار جایی نه، حالا گروهی میره، نه گروهی انسان سیزا مصروبه، تنها بر زیارت اهل قبور. چه شخصیت‌هایی بودن که الان زیر خاک، چه افراد بودن که الان با خاک انسان، دست یک طرف، کله یک طرف، مفاصل استخوان از هم جدا، گوشت بدن تبدیل به خاک. این لحظه بالای قبرستان این سفارش شده که در هفته دو بار سه بار انسان زیارت اهل قبور برود و یاد بیارد که روز خواهد آمد که مثل ما بدون را بهتر نیستیم. اینا از ما سالمتر بود، جوانتر بود، قدرتتر بود، ثروتمندتر بود، عالمتر بود، الان زیر خاک. به همین اساس عرفا در هفته چندین حتی حفر قبر میکردن، به یک شبانون مابین قبر میخوردن، اونقدر خود را مهار میکردن، اونقدر عجب زدائی میکردن، اونقدر غبار زدائی میکردن، اونقدر تکبر زدائی میکردن، با خاک انسان میکردن. یک شب میرفت مابین قبر میخورد. دور و نزدیک من همینجا هستم، بدن مرا همینجا میارم. اینجورین بهلول را، بهلول از عرفا بود، با یک نسخه امام صادق خود را به جنون زد. جنونی جنون الهی بود، از حیث ظاهر یک عصای را سوار میشد، فریاد میزد بدو فلان از این حرفا، خود دیوانه بود، یک انسان عارف بود. بهلول دیوانه در روشون بهلول دیوانه نبود، او دیوانه کوه الهی بود. روزی در این جمع میدید که چند نفر بود که عملا باموش سبک دیوانگی تبلیغ بکرد، بامو رویش دیوانگی دیوانگی اطراف قبور قصای بودشان فوتبال میزده بوده، بازی میکرده بوده، کارهای گروهی این میره چند کله انسان رو جمع کنه در مرعا و مسمه اونا رو برونها، این کله ها انسان جمع کنه برخواب کنه، گاهی بالا گاهی خالی میکنه گاهی پر میکنه. بعد اینا نگاه میکنه بهلول با کله های سوش کنه، بعد اون بهلول دیوانه چرا کار میکنی؟
برنامه چیه؟ شما دیوانه شما نمیفهمید. من اینجا میخوام کلی عالم و جاهل رو جدا کنم، کلی ثروتمند و فقیر رو جدا کنم، کلی پادشاه و رعیت رو جدا کنم. احترام دارم، شما احترام به علما نمیذارید، اما احترام به علما میذارم. کدام از این کله ها از علما است؟ همه یکس کله عالم و جاهل، کله پادشاه و رعیت هیچ تشخیص دادن نمیشه. کله ثروتمند و درویش و فقیر تشخیص دادن نمیشه. چطور شده اینا؟ این گونه درس عملی که به همین معنا باید سبک دیگر بابا تایی سعدی، اینا انسان های عجیب بوده. بابا تایی سعدی خصوصا بابا تایر که از عرفای درجه یک و درجه دو بوده، در همین باب اشعار جالب دارد. همین سبک و سیاق بحر را به قبرستان گذر کردم خوبش کم بشنه، گاهی کم گاهی زیاد. یعنی خود نشان میده که من خیلی اوقات قبرستان میده. به قبرستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم قبر دولتمند درویش. که قبر ثروتمندا و فقرا رو همه رو دیدم. نه درویش به کفن در خواب رفته، نه دولتمند برده یک کفن بیش. در جای دیگر همین بابا طاهر مثل بهلول که از عرفای عجیب بود، به قبرستان گذر کردم صباح، یعنی خودش نزید صبحگاهی که فکر انسان بیشتر برای میکنه سهر، صبحگاهی که قبرستان بره بیشتر فکر انسان بیشتر به کار میفتم. به قبرستان گذر کردم صباحی، شنیدم ناله و افغان و آهی. شاید در همون لحظه چشم برزخی، گوش برزخی برش باز شده بوده که در عالم ارواح، عالم برزخ سر و صدا اینها رو میشونه. که پیامبر یکی از صحابه‌اش رو شبها رو چگونه سحر میکنی؟ به گونه سحر میکنم که صدای اهل جهنم رو میشنوم. این آدم در محضر پیامبر که نمیشه دروغ. نشاط اتحاج اهل بیش رو میبینم، این گونه سهر میبینم. حضرت گفت این حالت رو حفظ کن. ما بودیم این دیانه شدیم، بیشت رو دیدیم. پیامبر گرفت مطلب رو، گفت این حالت رو حفظ کن. و او هم خوب گرفت حرف پیامبر. یا رسول الله دعا کن در یک از عضوها شهید شود. در یک از عضوها هم شهید شد. که شاید بابا طاهر در قبرستان همین چشم و گوش برزخی باشده باید صحنه را میبیند که میگوید به قبرستان گذر کردم صباحی، شنیدم ناله و افغان و آهی، شنیدم کلی با خواب میگفت که این دنیا نمیارزد به کار. سعدی از یک جهت خیلی زیباتر این مراجعه کنم. ما فرا دعوتش رو بودم خودش یک دریچه از معرفت در علم اخلاق و عرفان. سعدی نمونم خیلی طولانی از این شعرش واقعا از اول تا آخر بخونی و اندازه ده منبر انسان تأثیر پذیری میگیرد. بسیار فضای عجیب در آغازش به چند روزی چند سباهی که زنده مراقب باش در حق کسی ظلم نکن. سرانجام چی میشین؟ پنجه های توانمند این انگشتان زیبا نویس کجا میرون؟ این خروارها پول سرمایه چقدر با خود میبرید؟ اینچنین نصایح دنیا نیرزدان که پریشان کنید دلی که
استرس اونها بریزیم. زنهار بد مکن که نکرد دستا این پنج روز مهلت ایام آدمی. خیلی نصیحت جان. آزار مردمان نکنند جز مغفلی. مغفل آدم قابل سویس مفهول. قافل مغفل. مغفلی. بار نظر و خاک عزیزان رفته کن. برو قبرستان. چه کسانی؟ چه عزیزانی؟ چه هم حجرهایی؟ چه نامدارانی بودن برکتن؟ بار نظر و خاک عزیزان رفته کن تا مجملی وجود ببینی مفصلی. مجملی وجود این